الذين في قلوبهم مرض و القاسیة قلوبهم. حالا این تو قلبش مرضه، حالا هی عمل بد میکنه که قاسیه میشه، قساوت پیدا، سفت میشه، سخت میشه، تون میشه، به مرور اینطور میشه. یا فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، این قساوت که پیدا میکنه دیگه ذکر رو دلش اثر نمیذاره، هیچ اثر نداره. پس تمام این چند موردی که کم هم هست عرض کنم، هفت مورد هست، تمام اقتضاء عمله، قصاوت معلول عمله. هیچ ظرف ذاتی نفسی علی نداره اصلا. بذار من خیال شما رو راحت کنم، چرا من این خودم خسته میکنم؟ قصوه اصلا کرره، یه بدوی پیدا نمیشه. قصوه کرره، یعنی هی یه ذره صفر میشه، مثل یه غذایی که پخته میشه، یه ذره پخته، یه ها نمیشه بپذیر. قصاوت معلول کرداره. پس از بدترین مخلوقات که بگید ابلیس و کی اینا معلول کردار شما ده. ولی این ابلیس که عزازیل بوده، عزازیل آقا یعنی چقدر عزیز بوده، خودش جا کرده بود تو ملائکه و چی اونه ما میگن 6000 سال عبادت و فلان، اما انگار ریا داشته، اون عبادت ها کار دستش داد. لذا انسان هر کاری میخواد بکنه ببینه چقدر عیار داره، میخواد نماز بخونه ببینه چقدر وجود داره، به اندازه وجودش نماز بخونه، میخواد کار خیر کنه همینطور، میخواد درس هرچی، اول خودشو بالانس کنه چقدر وزن داره همون مقدار کار کنه، زیاده وزنش حرکت کنه یهو چپه میشه. عزازیل عملش باعثش این، ولی اینی که ناصر خسرو شعر میگه شعرش غلطه، سوادش کم بوده ناصر خسرو. میگه اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا باید که شیطان آفریدی؟ بنده خدا که خدا شیطان آفریده، عزازیل آفریده. ای خودش نمازای ریایی، آب ریخته رو سیمان، چی من که ای سیمان میگم، یه وقت شمال که بودم یه جا واسطه بودم طبقه دوم، شر آبا میریخ پایین، همونطور که بودم صاحب کنه همون بالا بود، من شروع کردمش، گفتم سلام حاجی حالت خوبه فلان، گفتم این که خراب میشه آبا هی میرزه، گفت نه حاج آقا سفت میشه، گفت این آبا هی میرزه روی سیمانه سفت میشه، آب رو سیمان بریزه خراب نمیشه. من خیال کردم مثلا گله گچه، همینطور شر آب این سیمان ها میریخ پایین، نمیدونم مال چی بود اینا، خیلی یعنی مثل اینکه شب و روز دائما میریخ. گفتم حاجی اینه خراب میشه؟ گفت نه سفت میشه، اصلا خراب نمیشه. من یاد گرفتم ازش، کم میشه گاهی میشه چیزا یاد میگیرم، ازش یاد گرفته باریکلا، آب رو سیمان بریزه خراب نمیشه، هی سفت میشه، سفت میشه، سفت. قاسیه قلب اینطوریه، هی عمل یکی آب میرزوش صفر میشه. میگه اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا باید که شیطان آفریدی؟ شیطان آورده که ما رو بزنه؟ ها بابا والا به خود من نمیخواستم شیطان، من عزازیل آفریدم. این بدمصب چقدر نماز خونده، این نمیدونم چیکار میکرده، موعظه‌تون نمیدونم ملائکه میکرده، من چی پلا اینها، ولی مثل این که اینا بو داشته، مشکل داشته، نمازش همه خراب داره. صفا که نباشه اینطوری، نیت که نباشه. نه شیطان یه آدم عادی بوده، من الجن هم بوده. بله اصلش اینطور بود، اومده خودش خراب کرده. حالا شما ممکنه یک عالمی فرزندش بیاد طلبه بشه، کم کم درس هم بخونه ولی چیزی نشه یا بد بشه، این بسیاری به عملش داره،
یعنی که آی نون حرام خورده، حالا ممکنه اونم باشه، ولی نه، خود این خیرگی کرده اینطور شده. خدا ببینید شعر رو دارم میخوام بگم اشکالش کجاست. اگر ریگی به کفش خود نداری، اصلا قبول خدا ریگ نداره، کفش نداره که ریگ داشته باشه. خدا صافه صافه. خب حالا چرا باید که شیطان، مگه خدا شیطان آفریده؟ این ناصر خسرو به قدر ابن سینا هم سواد نداشته. ابن سینا میگه چی؟ ما جعل خلاق المشمشا مشمشا بل اوجه. خدا زردالو رو زردالو نکرده، زردالو رو ایجاد کرده، خودش اینطوری شده به مرور و به زمان و زمان و مکان و سرما و گرما، باغ به باغ، درخت به درخت، همه تغییر کرده. پس قساوت، بدی ها همه اقتضاست. خدا کسی رو به علیت جهنم نمیبره.